اینجا در وزارت امور خارجه از سال روز شهادت قهرمان ملی کشور با حضور مقامهای ارشد حکومت و سفیران کشورهای دوست گرامی داشت شده است. وزیر امور خارجه می گوید که قهرمان ملی کشور یک شخصیت برازنده بوده که با مبارزه خود حاکمیت ملی را تضمین کرده بود و در زمان مبارزه با تروریسم به ارزش‌های دموکراسی باورمند بود. کماندر مسعود was a consequential قهرمان ملی همزمان با این که در مقابله با تروریسم مبارزه می کرد به ارزش‌های دموکراسی باورمند بود و باور داشت که باید حکومت از طریق انتخابات آزاد تشکیل شود. قهرمان ملی و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی در آن زمان کوشش می کردند تا جهان را باورمند کنند که مردم افغانستان در برابر تروریسم می جنگد و همواره تلاش برای جلب توجه جامعه جهانی در این زمینه داشتند. وزیر امور خارجه می گوید که تروریسم تعلقی به مردم افغانستان ندارد و یک پدیده بیرونی است که برای اهداف دیگران در کشور وحشت خلق می کند. صلاح الدین ربانی می افزاید که امنیت صلح و ثبات در افغانستان ضامن امنیت صلح و ثبات در منطقه است. Can and should secure the future of Afghanistan. امنیت صلح و ثبات در افغانستان ضامن امنیت صلح و ثبات در منطقه است. بدون امنیت و صلح در افغانستان کشورهای منطقه نیز از پدیده تروریسم در امان نخواهند ماند. وزیر امور خارجه کمک‌های بین‌المللی را برای تأمین امنیت صلح و ثبات افغانستان مهم می‌داند و می‌گوید مردم افغانستان توان آوردن صلح و ثبات را در کشور دارند. That the friends and strategic partners of Afghanistan. کمک‌های بین‌المللی در سال‌های پسین برای پیشرفت افغانستان مؤثر بوده است. این کمک‌ها برای تأمین امنیت، صلح و ثبات کشور مهم است. مردم افغانستان با همکاری جامعه بین‌المللی توان آوردن صلح و ثبات را در کشور دارند. این در حالی است که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر نشست بروکسل برای جلب کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان برگزار شود. حکومت افغانستان امیدوار است تا بتواند در این نشست تعهدات جامعه بین‌المللی را در زمینه‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و پیشرفت افغانستان جلب کند.